فکر میکنم حزب الله در واقع دو موقعیتی واقعا موقعیت قوی نیستش که بخواد خودش رو کاملا درگیر یک نوع جنگ تمام عیار با اسرائیل بکنه. ممکنه اون تبادل آتش و درگیری ها رو همچنان ادامه بده، ولی نمیشه به طور 100% گفتش که حزب الله به رغم اون پروپاگاندایی که انجام میدن و بعضا بلوف هایی که ممکنه زده بشه، خودش رو بخواد درگیر جنگ تمام عیار با اسرائیل بکنه، به خاطر اینکه در خود لبنان هم حزب الله در موقعیت خیلی محکم و قابل قبولی قرار نداره. این رو هم در نظر بگیریم که در سال 2006 اسرائیل، من این رو به لحاظ نظامی دارم میگم و راهبردی، در سال 2006 وقتی که جنگ دوم لبنان رخ داد، اسرائیل دکترین داهیا رو علیه حزب الله به کار برد. این دکترین نظامی هستش که توسط جنرال گادی آیزنکوت، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، به کار گرفته شد، تحریزی و اجرا شد. داهیا زادگاه حسن نصرالله و مقر اصلی حزب الله و محل انبارهای موشکای دوربرد حزب الله بودش. الان هم احتمال داره که اسرائیل در صورت مداخله فراگیر حزب الله همین دکترین داهیا رو به شکل شدیدتری علیه حزب الله اجرا بکنه. اگر پشتوانه نظامی آمریکا هم داشته باشه، کار برای حزب الله و برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر خواهد شد. و فراموش نکنیم که در راستای دکترین داهیا، حمله حزب الله با حمله اسرائیل نه فقط به مقرهای اصلی حزب الله، دپوهای تسلیحاتی و تاسیسات موشکی و پهبادی و غیره، بلکه با حمله به کل لبنان پاسخ داده خواهد شد. بنابراین در این دکترین فقط حزب الله هدف نیست، کل لبنان هست. بنابراین اسرائیل اگر حزب الله بخواد درگیر بشه، به نظر من کل لبنان رو بهش حمله میکنه و ضربات جبران ناپذیری بهش خواهد زد. به خاطر همین من فکر میکنم که حزب الله احتمالاً نتونه خودش رو درگیر بکنه، و اگر پشتوانه نظامی هم آمریکا داشته باشه، احتمالش خیلی کمتر خواهد شد، چون به هر حال پشتوانه نظامی آمریکا باعث میشه که نه جمهوری اسلامی بتونه اون واکنشی که میخواد نشون بده و نه حزب الله و شاید نه گروهای شبه نظامی دیگه. در مورد این مسائل، حالا افکار داخل ایران هم، خب به نظر میرسه که بخش بزرگی از تحرکات جمهوری اسلامی در این دو هفته که الان ما وارد هفته سوم جنگ شدیم، در راستای جنگ‌های روانی و عملیات‌های فریب راهبردی هستش که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و امید داره به اینکه بخواد از طریق این جوسازی‌های فضای رسانه‌ای، به خصوص با پشتوانه شبکه‌ای مثل شبکه الجزیره و این شبکه‌هایی که از حماس حمایت میکنن، بخواد افکار عمومی رو فریب بده و عملا به اون اهداف راهبردی خودش برسه. ولی میگم تعیین کننده ترین چیز همچنان از دیدگاه من این هستش که آیا اسرائیل عملیات زمینی رو انجام میده یا نه، و اگر عملیات زمینی رو انجام بده، اون موقع باید ببینیم که واکنش واقعی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و بقیه گروه شبه نظامی جمهوری اسلامی چه خواهد بود.